ببینید تعریفی که از شعور داریم، خب تعریفی که از شعور داریم اینجا، این بحث شعور ماده انرژی، درسته؟ گفتیم که شعور نه ماده است نه انرژی. تو کتاب قوانین شعوری رو یه نگاه بندازید، شعور کمیت نداره، شعور فاقد کمیته. خب شما نمیتونی بگی که یک سیسی شعور، یک لیتر شعور، توجه فرمودین؟ در وقتی که فاقد کمیت، شعور فاقد کمیت، در این صورت یک ذره شعور یا شعور یک ذره مساوی با شعور کل، شعوری که این بخشش خورده باید با هم تعامل بکنیم، چون ما یه تصور فیزیکال ممکنه داشته باشیم. یعنی مثلا بگیم که خب مثلا فرض کنید شعور یه ذره، وقتی میگیم شعور الهی باید یک چیز عظیم باشه، یک ذره معادل شعور الهی است. آخر به کمال ذره ای راه نیاب، کمال یک ذره مساویس با کمال کل هستی، میکروکازمیک مساویس با ماکروکازمیک، جهان یک اتم مساویس با کل جهان هستی، شعورش هم معادله. یکی بله، برای اینکه در مورد شعور نمیتونیم کمیت بیاریم. مثلا در مورد چیز میتونیم بگیم که زور این بیشتره، زور اون بیشتره، وزن این بیشتره، وزن اون بیشتره، فلان. ولی وقتی به شعور میرسیم از این قیاس کمیتی نمیتونیم بکنیم. اصلا بیشتره و کمتره نمیتونیم بیاریم، چون کمیت نداریم. چون نمیتونیم بیاریم، بله، خب لذا میکروکازمیک، خب یک ذره یا جهان هستی، یا ببخشید ذره یا اتم، جهان یک اتم مساویس با کل جهان هستی، یعنی جهان محصور، دنیای محصور در یک ذره، عظمت جهان، عظمت یک اتم مساویس با عظمت کل جهان هستی. و متعاقبا من همه رو بگم خدمتون که شما دیگه سوالتون اساسی تر و چیزتر باشه. و شعور ذره مساویس با شعور کل جهان هستی، این یک مطلب است که اینجا یعنی اصولا اینطور بگیم، یا این چون یه بحث مشکلیه، دقت میکنید، یک بحث مشکلیه. به عبارتی نمیتونیم بگیم که شعور ذره بیشتره یا شعور نمیدونم چی بیشتره، اصلا بیشتر و کمتر و اینها رو اصلا نمیتونیم به کار ببریم. یعنی یک ذره تجلی الهیست، کل جهان هستی هم تجلی الهیست. نمیتونیم بگیم خب حالا کل جهان هستی، خب مثلا فرض کنیم که خب عظمتش از نظر فیزیکال، ما همه اینا رو اشکال اینه که کمیتی نگاه میکنیم، خب باید تجلی تر باشه نسبت به یک ذره، ولی اینو میگیم تجلی الهیه، اینم میگیم تجلی الهیه. نمیتونیم بگیم که کدوم تجلی تره، کدوم نمیدونم چیش بیشتره. بزنید قربان. خب بفرمایید. من با این مسئله که گفتین کل اطلاعات رو میشه توی اتم خلاصه کرد تضاد داشتم. بلافاصله این بزنم رسید که همه ما شاهد بودیم که فلاپیا خیلی حجم کمی داشتن، بعد سی دی اومد شد 0.7 گیگ، بعد دی وی دی اومد که باز همون سایز داشت و شد 4.7، و حالا بالاتر، و هارد دیسکا رو داریم میبینیم که از
نمیدونم 40 مگابایت رسیده الان به 300 مگابایت و فقط روش ضبط اطلاعاتمون عوض شده و الان داریم شاهد حافظه‌ای هستیم که به اصطلاح کوچیک گفتن 64 گیگابایت. هر بارم میگیم دیگه غیر ممکن از این جمع حدی هم نداره. بله این رفت ببینیم که مثلا در آینده مثلا در 1 میلیمتر مربع یه حجمی صحبت شد که اصلا غیر قابل تصور باشه، یعنی اطلاعات کل کره زمین رو از بعد تولد تا انتهای یه دفعه دیدین که به زودی ما میتونیم روی یک میلیمتر مربع ذخیره بکنیم. فقط باید روشمون رو تصحیح کنیم. بله خب حالا این روش ماست، روش انسانی است، روش الهی که دیگه این حرفا رو نداره، که یعنی در واقع محدودیت های ما عاملی بوده که ما نتونیم پیاده بکنیم، دنبال تکنولوژی هستیم. اما در مورد شعور الهی و هوشمندیه به اصطلاح خب این قضایا کاری نداره که همه اطلاعاتی بذاره توی یه اتم، همه اطلاعات 100 تریلیون سلول رو بذاره توی یک سلول. خب دیگه این که دیگه یه بحث علمی است دیگه. خب و اون سلول اطلاعات کل ما بقیه رو داره و خب ماجرای بسیار عجیب در اینجا که ما فقط وقتی که تعریف شعور ماده انرژی رو میکنیم میتونیم، اما تا خودمون رو انطباق بدیم با این وضعیت یه خورده ای زمان میخواد، یعنی تا واقعا یعنی برای اون عادی بشه که چجوری اطلاعات یک اتم متساوی با اطلاعات کل جهان هستی یه خورده ای سخته.